عجب آتشی. رسیدم. عجله کنی، عجله کنی. سبحانه. همان روز اول که نام هلال بر دهان کسی فتح آوردی، گفتم قد و قامتت به اندازه کماندار من نیست. کارت به جایی رسیده که خبرچینی شوهر مرا میکنی. به امیرت ابن زیاد بگو دامادم دیوانه شده و سرباز میزند، مگر خونم بریزند و تمام. اگر قصه نسب و فامیل است، تو با من فامیل تری تا قوم خویش و سامیه. این همه حرام لقمگیت چطور پیدا نبود؟ فرق میکند این بار. چه فرقی؟ حقی داری به گردن این طفل، اون هم پدریست. قبول کرد. این دوز نابکار که بوده؟ سامیه، مادر هلال. حرف مفت مردم کفرا بشنو اما باور نکن. چشمت روشن. اتفاقا این بار حرف مردم درست از آب در آمده. پسرت کربلاست. دخترت به بهانه فراری دادن دست مادرم رو گرفت و برد و برنگشت. یا اصل قصه را بگو و مادرم را برگردان، یا صدا بگن و انداخته آبر بیت میبرم. بندازیدش بیرون. نعیم! 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 این مرد زنت را کشته! خبر دارم، اما اهل خانه‌ات هم با خبرند. اگر جای مادرم را گفتی که هیچ، وگرنه به خدای کعبه قسم بهای گزافی به دامنت خواهم انداخت. هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. بندازیدش بیرون. بیرون. ولم کن. نعیم! 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 این مرد زنت را کشته. این مرد میان عروسی برادرم به دستور پدرت زنت را به تجارت خانه کشاند و خونش را ریخت. چرا نگو زنک؟ خفه شو زنه که یک کذاب، خفه شو، دروغ میگوید. شنیدی مرد جنگی؟ پدرت ناموس کشی کرده، خبر داری یا نه؟ دستور به قتل زنت داده. گم شو بیرون، گم شو بیرون. کس که طفلانت رو یتیم کرده پدرت بوده. بیرون مادر، مادرم کجا؟ مادر رهایم کنید. ناله مادرم کجاست؟ بندازش بیرون. میبینی همین مانده که انگ ناموس کشی بر پیشانی هم بزنند. ایناست چشم بیرون. بیا بیرون. مادرم کجاست؟ نائله! بانو جان تو رو به خدا یواش کن. تو نائله را نبینم. نه؟ راست گفت؟ گفتی خودی نمی‌کشی، منظورت همین بود که پدر. نه؟ پس راست گفت احیا. جودی هستی پدر. تل ما بر سر سفره همین خانه قد کشیده بود. مرا میان مکه بی شوهر کردی، پسرت را میان کوفه بی همسر. که این نوبه به مادرم میرسد. نائله ترسناکی، ترسناک. ایناس تو باور نمی کنی نه؟ مادر، مادرمو میخوام. دور سرت بگردم، اینجور گریه نکن. دروغ گفته است. او هم مادرش مثل مادر تو گم شده، به هر دری میزند تا مادرش را پیدا کند. برای همین دروغ میگوید. جگرم آتش گرفت، اینجوری گریه نکن. پس چرا پدرم چیزی نگفت؟ حتما راست گفته. بگو برایت چه کنم؟ از اینجا میترسم، از پدر بزرگم میترسم. منو برگردانید خانه، پیش الوان و پدرم. چشم، چشم، قول میدم. تو فقط گریه نکن. چشم، الان میبرمت. آرام باش. باورش کردی نه؟ هر کس از این در وارد شود و کس بگوید باورش میکنی، به جز من. پس اگر دروغ نیست تلما کجاست؟ ها؟ بگو کجاست؟ ده اگر میدانستم سر از تنش جدا میکردم. شک نکن که این چنین آبرویم بر زمین ریخته. اگر قرار به رفتن باشد تو بمان، من میروم. جناب اوحد، سوارم چرا پیاده؟ سوار مرکب نمیشه. کجا کجاست؟ این هوا همینجا بمان. چه ضیافتیست در نینوا. بیشتر بودن، تعدادی میان راه فرار کردن. اگر دستور بدهید نامشان در سیاهی نوشته شود که هیچ کجا امانشان ندارد، نه خودشان و نه خاندانشان. الوان به نجاج کجاست؟ همینجا بمان تا برگردم. این چندمین بار است که خدمت میرسم جناب بن حجاج. هر بار قصد برگشتن به کوفه میکنم به بهانه‌ای نمیگذارید. بیماری افراد، جابجایی بار. من مأمور به رساندن آذوقه بودم که انجامش دادم. بیش از این هم نمیتوانم بمانم، باید برگردم. مرحبا، ببین که آمده ابن اوحد، خوش آمدی. الحق که میدان بی تو خالی از جنگ جود. آنقدر قرض زدی تا شاهد از غیب رسید. در آن نامه‌ای که آورده بودی نوشته بود که در کمانداری زبان زده کوفیانی، نه؟ تنها کماندار نامی کوفه ناجیه بنت اوحد، داماد اوحد، کم نام و نشان ندارد جناب اعلی. مؤکداً آمده بود که بمانی و در سپاه عمر بن سعد خدمت کنی. سربازی اسلام مبارکت باد هلال. بپوش و بیا. مبارکت باد. وای خدای من، خدای زیبای من، خدای مهربانم، تو شاهد و ناظر سامیه‌ای که جز با طهارت و وضو لقمه در دهان پسرش نگذاشت. کم میان نماز شبهایم به درگاهت التماس نکردم که اکنون پسرم با اشقیا هم نشین شود. کجای کار خطا کردم؟ کجا خطا کردم؟ من که یک عمر بر پسر گله کردم، اما لحظه ای به مادری و ایمان خودم شک نکردم. میثم راست میگفت. میثم گفت سامیه با امانت خدا مدارا کن، اما نشنیدم. حالا این نامه بنویس و خود را به آب و آتش بزن. وقتی حتی مدارا با فرزند را نمیتوانی. خدایا کمکم کن. خدایا پناه میبرم به تو، از خودم به خدایا منو ببخش از لحظاتی که تو رو فراموش کردم، تو را ندیدم. خدایا توبه. یا امیرم شفاعتم کن، تویی که مظلومیت و حقانیتت رو با چشم دیدم. شفاعتم کن یا امیر. خدای سامیه را ببخش. حاضرم سر از تن اسماعیلم، هلالم، جوانم، عشقم جدا شود، اما خون مظلومی را نریزد. خدایا کمکم کن. کمکم کن تا قوی باشم. خدایا کمکم کن. کاش میمردم و امروز تنم رنگ لباس عشقی رو نمیدید. تو فقط بی حرف پس و پیش جوشنت را بپوش. به خانه برمیگردی نترس. حرف تو اگر حرف بود که من امروز گفتم به خانه برمیگردی کنار نایله. نایله خشت اول این جهنم تو بودی. راستی جناب بن حجاج، امانتی محرمانه آوردم برای جناب ابن سعد. نیمی از لشکر از چنگت فرار کرده به بیابان ابن اوهد. تو حتی عرضه نگه داشتن چند سرباز را هم نداشتی. کدام احمق به تو امانتی داده؟ خدا را شکر که شجاعت شما را ندارم که این گونه بی‌پروا امیرم ابن زیاد را خطاب کنم. احمق، استغفرالله ربی العظیم. استغفرالله. امانت چیست؟ پیش از آمدن لشکرم به سمت نینوا نامه‌ای به دستم سپرد. کجاست؟ فقط چون امیر مرا امین خود دانسته نامه را خودم به دست صاحبش بسپارم. اینطور آرام‌ترم. لازم نیست. میدان جنگ جای آرامش شما نیست. مردک مخربت. من اومده بودم که 2 روزه برگردم به کوفه. به جان نهایله اگر برم نگردانی قید جانم را میزنم و کار دست تمام لشکر میدم. سپرت ولا بباف. گفتم که اگر زبان به دهان بگیری پیش از شروع جنگ راه خانت میکنم. این اختیاری که من از تو میبینم باید احمق باشم که دل به هفت خوش کنم. پدر تمام شد. چرا آوردی کربلا؟ سه چادر آن طرفته، هم آب است هم غذا. اندوه گناه و عاقبت نداشته، قصد گریز داشته، با دلی راحت در از تمش جدا کن. ترسیدی؟ نه. شما بفرمایید خونش حلال یعنی حلال، اما شرمنده. ایراد از من است. دلم به هم میخورد. من یکی توان انجام این کار را ندارم. از خون میترسم. یکم بولو ترست با من عزیزم. 2 بار که سرستن جدا کنی عادت میکنی. نه، تو را به تمام مقدسم قسم. این یک کار از من ساخته نیست. پس اینجا چه میکنی؟ ترسوی بدبخت. همه را امر به آمدن کرد، به اختیاری که در کار نبود. یکی آمده از پی غنیمت، آن دیگری از پی مزد زحمت. برد فروش هم مومن، برد فروش. و شما نیز به باب ثواب و جهادش. من بخت برگشتم آمدم تا مگر کنیزی بگیرم و برده‌ای بگیرم و بفروشم. همین. جمع کنید همه صف دوید که آماده یه رسمیم. هلا این چه گفتید؟ دستور شما بود یا محتوای نامه‌ای که آوردم؟ امر امیرم ابن زیاد امر ما هم هست. پس آرایش نظامی عوض میکنیم به سمت فرات. تو هم در کنار من باش در بستن راهشت. کماندارت را هم با خود بیاور. جسارت نباشد اما با این همه شمشیر زن بستن آب چیزی جز کشتن وقت ندارد. اگر حمله کنیم به ظهر نرسیده کارشان تمام می شود. شنیدم بیشتر کاروانشان زن و فرزندن. راه آب اگر ببندین تلف می شود. روز خونخواهی امیرالمومنین عثمان است. همون کاری را می کنیم که با لبان تشنهش کردند. خدایش بیامرزد. ربطش به حسین ابن علی را نمی فهمم. پدرش. خشم پدر است که بر سر پسر میریزیم. شما که همسفره جناب هانی بودی. حتما شنیده ای که در آن تاریخ ابوالحسن اصلا مدینه نبوده. خفه شو. لازم نکرده با لباس سپاه ابن سعد سنگ ابوالحسن را به سینه بزنید. هم عظمت سپاهتان به رخ میکشید هم راه آب میبندید. حتما زمانش که برسد تیغ هم میکشید. جنگ واقعی است پسر جان. هر کسی مقابل دین من قد علم کند و سر به بیعت خم نکند میکشیم. کدام دین؟ بلال احتمالش هست با بستن آب سر به کرنش و بیعت خم کند. شاید اصلا جنگی در کار نباشد. درود بر سردار ابن زیاد. چرا یهوه میگو ایناییم؟ چرا؟ ابن زیاد قول سر به یزید داده آنان که بیرون از قیمگاه هستن به دنبال غنایم و زمین آمدند. بعد تو از راه نرسیده میگویی جنگی در کار نیست؟ آهای مردم، کسی که امروز راه را برو بسته ای باز چه شده؟ تنها فرزند رسول خداست که امروز زمین به خود میبیند. در بین شما کسی هست که خطایی از امام من دیده باشد؟ بجز عطوفت، بجز مهربانی و دلسوزی؟ همه عمر خود را گذاشته برای اینکه گرهی از کار شما باز کنه. امروز هم اگر زمینگیر نینواست به دعوت شما آمده خلق الله. مسعود، سهیل، ابوحنین، هنوز جوهر دعوتنامه هایتان خشک نشده. تیزی شمشیرتان را به رخ آل الله میکشید. خوب میداند چه کند. خوب کذاب دروغگو میخواهد که بر سر ایمانتان بلرزید. به به، عمرو بن حجاج زبیدی برادر همسر هانی ابن عروه شهید. شما کجا؟ اینجا صف مخالفان ابا عبدالله کجا؟ همه خوب میدانند که من و هانی راهمان از هم جدا بود. اگر راهتان جداست پس چرا نامه نوشتید؟ چرا وعده دادید؟ رودهای جاری، درختان پرمیوه. بن حجاج، تو نبودی که میگفتی دیگر دلت تاب انتظار ندارد؟ دروغ میبافد کذاب دروغگو. اگر مرد نیستید و یاریش نمی کنید از شیعیان علی یاد بگیرید. به کوه و بیابان زدن تا در مقابل امامشان شمشیر نکشند. آنها هم مرد نبودند، یاریش نکردند، دست به دعا برداشتند، دعایی که نشنیده می شود نه به درد می خورد. رفتند تا حداقل رعب و وحشت به دل کودکان پیامبر نیندازند. از چه حرف میزنی جناب حبیب؟ صدایت میشنوم اما هیچ نمیفهمم. از وفای بعد، مهمان نوازی، مردانگی و آزادگی. وای چه کردید که گوشهایتان با سنت پیامبر غریبه شده. نیستی که ببینید چطور سر از سن مخالفان جدا میکنند، عطای سالانه را قطع میکنند و رحمشان به زن و بچه هیچ کس نیست. نگذارید از مسیر حق جدایتان کنند. مجبوریم، تیغ نمیکشیم و عقب میمانیم. اما ترک سپاه هزینه گزاف دارد. این که ابن زیاد شما و مردان قبائل را به زور گرد هم آورده پاسخ درخوری برای فرزند رسول خدا نیست. روزی را میبینم که در محشر شما میمانید و شرم نگاهتان به چشمان مادرش فاطمه زهرا. اگر راست میگویی حسین ابن علی دلسوز ماست، بگو شمشیر بیندازد تا امت جدش از جنگ مجدد نجات یابد. نه، امروز روز اثبات امام به امت نیست. یک عمر آزادگی نکرده که امروز میشود یک عمر و یک روز. چه کرده مگر؟ اثبات شیطانیش را با گل و دست گم کنید تا مغزتان به اباطینش گرفتار نشده. کذاب یا کذاب، 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 کذاب یا کذاب. بیش از این ماندنم جایز نیست. میمانم از شر آنچه میکنم میمیرم. وقت رفتنت آرا نیست، کمی صبر کن. فعلا همرنگ جماعت شد. کذاب یا کذاب. از رشوافی ظاهرم رو همرنگ جماعت کردم. باطنم اما چیز دیگری میگوید. بیش از این نمیتوانم. این هم آقابتم بمان مگر نمیدی برای اعلان شمشیر کشیدن چرا کاری نمی‌کنی؟ گفتمش صبر کن، گوشش بدهکار نبود. حالا هم کاری از دستم بر نمی آید. باشد، پس تو میمانی عجب کنم. مهمان داریم جناب اوقات. والیه تو که رفته بودی شام. خیال کردی خیلی زرنگ و سیاسی؟ دور و برت را همه با زر خریدم، بی غیرت دختر فلو. مهمان داریم جناب اوقات. ببخش بی خبر اومدیم. مجبوریم اینطور رفت و آمد کنیم. دست آخر خون طایفه شما در رگهایش جوشید و این دختر هم شد مثل تو و مادرش. آنقدر سکه های به خون آلوده تو را سر سفره هم آورد که اگر همه مال و منالم را صدقه کنم و باقی عمر روزه بگیرم تا گوشت تن از مال حرام خالی کنم، باز طعم خون از دهانم نمی رود. مالبت بیخ ریش صاحبش، این تو و این قوم و خیشه آدم فروشت. من غیرت ندارم که قوه کشتنش به دستانم نیست. غیرت ندارم که پیش تو به التماس آمدم. خودت به من جلابش انداختی، خودت هم نجاتش باش. الله اکبر. میبینی که خداوند نعمت را به کیان داده؟ میگویی چه کنم؟ چند نفری نقل قصه را نصف و نیمه شنیدند و دهان به دهان میچرخد. به والله اگر یکی از شیعیان خبردار شود که او زنده است، پیش چشمانم سرش را میبرند. چه کنم؟ کاری کن از کوفه برود. لا اله. کور شدی پدر شمین؟ احوال کوفه را نمیبینی که چگونه در هم آمیخته شده؟ از نفوذ تو خبر داشتم که اینجا به گدایی آمدم. احوال کوفه این چنین نمیماند. من اگر جای تو بودم کمی صبر میکردم و قدر این دختر شجاع را میدانستم که بعدا مایه افتخار و سربلندیت میشد. فرزندی که راه حق را نشناسد برای من افتخار نمی آورد، بلای دنیا و آخرت من است. حق را نشناسد؟ تو از حق چه میدانی بچه؟ نیازی به دانستن من نیست. همین که شما میدانید امتی را کفایت کرده. نمیبینی؟ بدبختی و اختلاف امروز میان عرب میوه همان درخت حقی است که عمری برایش یقه پاره کردیم. تو به قنداق بودی که علی به تخت حکومت نشست. حق داری که او را نشناسی. هرچه آل علی رشتند امثال شما پنبه کردید. سود و منفعتتان در نابودی خاندان پیغمبر بود. خوب شد ابو شمین به گدایی آمدی نزد من و الا سر از تنم جدا میکردی. چقدر زمان میبرد که بفهمید بهشت امت را سکه و زر میسازد، نه عدل و عدالت. ثروت که داشته باشی بهش را میتوانی بسازی، وگرنه که این هم مال و منال و عزت ناصبیان پیش کشد. اگر اموی بد بود دست گدایان شیعیان علی پیششان دراز نبود. چند دیدی مردان علوی تباری که میل به دخترانشان دارند؟ خاک بر سر من، خاک بر سر من که قربت آل علی تا مغز استخوانم رسیده بود از آن بیخبر بودم. والله که ذره ای از کرده خود پشیمان نیستم. خفه شو! دهانت را ببند! از چه پشیمان نیستی؟ از قتل! از آدم! بچه از دهانت در آمد. به خاندان طایفه هم گفتی و چیزی نگفتم. با بودن این مرد دشمن دیگری لازم نداری. خودش میکشد و چارت میکند. ماندنت در کوفه و خانه این مرد مجنون روا نیست. جواز خروج از کوفه را خودم میدم. اگر مرد بودی از ترس سباهای عمر سعد دخترت را بهانه نمیکردی و در کوفه نمیماندی. جناب فاضلی تو که لشکر نامرد را رساندی، برویم شام. مادرم چقدر منتظر بماند. خودت قول دادی، قرار گذاشتیم. نه، قرارمون این نبود. قرار بود بعد از جنگ راه شام بگیریم، نه بعد از رساندن لشکر. جنگ که جای بچه نیست. صد بار پیش گوشت گفتم الوان، جنگ جای بچه نیست، اما به خرجت نرفت. انگار خاطر امر و عهد برایت عزیزتر از پدرت بود. حالا هم حرف همان است که گفتم، بماند بعد از جنگ. من ترسیدم، تو رو خدا نمانیم پدر. جناب نعیم، دستور آمده که گردن مردان فراری و آنهایی که سوء قصد به جان امیر کردند را میان لشکریان بزنید. مهلتی برای وصیت و وداع خواسته بودیم. بماند بعد از نماز. مرد نیستی که پای غلط بمانی. اصلا تو نیا. خودم تنها راه رفتم به شام را پیدا میکنم. سوار برای کوفه! سوار برای کوفه! چرا کوفه؟ میرم به کوفه! بسطور این رفتار کودکانه را! بپرگی مادرت مگر نبودی؟ مادرت کوفه است نشان! برگشته؟ از اول هم نرفته بود. همیشه کوفه بود. دروغ نگو! اینقدر دروغ نگو! ایفاده وقت اومدیش کوفه. آب! آب! میروی تجارت خانه اوحد. قبر مادرت آنجاست. بر سر خاکش انقدر گریه کن که رفع دلتنگی کن. جناب نعیم، دستور آمده تا گردن متمردان و فرمان امیر را میان لشکر بزنیم. مهلتی برای وداع و وصیت خواسته بودید. الله و انا علیه راجعون. میمیرم ولی تیغ روی پسر فاطمه نمیکشم. بی غیرت، از سوء قصد به جان خواهرت رسیدی به قتل عام خاندان رسول. همون بهتر که سر به تنم نباشد که ننگ این جنگ بر پیشانیم نماند. خفه شو! خفه شو! خفه شو! خفه شو! 100 سال ضمانت جان ملحدی چون تو را نمی کنم. 100 سال! گمان نکن که دلم برایت سوخته. میل امروز نعیم بردن آبرو و اعتماد احد است. میخواست با فرستادنت به میدان جنگ سرافراز شود. پس هرچه سرافکنده تر بهتر. زنده اگر از نینوا گذاشتی به ناهله بگو. به جبران کشتن پسرم که بی غیرتم جان دوباره‌ات دادم. فرار کن. خدا قدر شب و روزت را بدان نائله. قضا میخوری، مینشینی، بلند میشوی، راه میروی، میخوابی. خبر از طفلت داری، به تنت چسبیده، آرام گرفته، گاهی قلطی هم میزنه. همین که نافش رو میبرند و جدا میافتد، ترس و اضطراب جانت را میگیرد. انگار قلبت از سینه بیرون افتاده بود، در خاکهای این کوچه تنها راه میرفت. درباره هلال شاید، اما نگرانی برای احیا به جا نیست. گفتم که آرامش کردم، در خانه است، کنار دو طفلش. سلامتند الحمدلله. حاطف جان، مگه نگفتی درد داری؟ بس غذا نمیخوری عزیز دلم، دهانت را باز کن. بد دسته بود، نمیخورم، دوست ندارم، برو گمشو بیرون. حاطف چه خبر است اینجا؟ بچه داری بلد نیستی به کسی دیگر بسپارش، همه جا رو به گم کشیدی. چرا اینقدر گریه میکنی حاطف؟ چه خبر است؟ از صبح تا شب همش عربدی میکشی، گلویت خش برداشته، مثل خورشید داغ است و تبدار. بس دست گریه نکن. اگر عرضه‌ای درباز کردن داری و کر نیستی بفرما. چشم. چرا غذایت را نمیخوری؟ اینجوری میمیری بچه. کاش بمیرم برم پیش مادرم. برایت چه کار کنم؟ بانو پیک آمده با بزرگ خانه کار دارد. مراقب بچه باش. بفرما. سلام علیکم. گفتم بزرگتر یا مرد خانه؟ بزرگش منم، بفرما. نامه محرمانه و فوری آوردم از کربلا برای جناب احد. الان خانه نیست، برو بعدم بیا. بعدن یعنی کی؟ مأمورم به صحیح رساندن نامه. گفتی مبدأ نامه از کجاست؟ کربلا. موظفم به خودشان برسانم. نترس، من همسرش هستم، حتما به دستش میرسانم. فی امان الله. موظفم به خودشان برسانم بانو. بگیرش. اوهر، نامه ای آمده. ای وای، چه خاکی بر سرم شد. ای خدا، احیا درست گفته، عروسم اینجاست. اگر دو طفل معصومش بپرسن چرا مادرم را اینجا خاک کرده ای، اگر بفهمن چه بلایی سر مادرشان آمده، بمیرم برای قربت هر دختری که پا به خاک ایشان گذاشت. آهد اینجا نیامده که نائله تو را در ملک پدریش پناه داده. آهد خانه نیست؟ نه، پیک از کربلا آمد. تا به صبر کردن نداشتم، گفتم بیاورم آهد بخواند، شاید خبری از هلال باشد. سعادت هلال ابن حنیف به جرم تخطی از اوامر خلیفه و سوء قصد به جناب عمرو ابن حجاج هر کجا و در هر خاکی که پیدا شد، علالخصوص کوفه، خونش حلال حکومتیان است.